درود بر هم میهنان و بینندگان گرامی برنامه به سوی ایران شهر در هر کجای جهان که هستین، آرتمیس علی‌آبادی هستم و همونطور که احتمالا میدونین این برنامه کاریست از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی و به هر آن چیزی میپردازه که به ایران شهر بزرگ مربوط میشه، از تاریخ، موقعیت جغرافیایی، مفهوم ایران شهر، عوام کهن ایرانی تا آداب و رسوم و جشن ها و همچنین مسائل ایران کنونی. و در این برنامه همواره از یک سری از هموندان جنبش که کارشناسانی خبره در امور گوناگون هستند اینجا دعوت میشه و درباره مسائل گوناگون باهاشون گفتگو میشه. چند هفته است که من با جناب دکتر بهمن جیدی، مدیر پژوهشکده مطالعات ایرانی در کانادا، درباره مسائل حقوقی صحبت میکنیم. ایشون حقوقدان هستند و ما درباره مسائل حقوقی گفتگو خواهیم کرد. در گفتگوی امروز ما میخوایم از دیدگاه بین المللی به مسائل حقوقی درباره محیط زیست یا زیست بوم ایران بپردازیم و ما میدونیم که ایران در شرایط کنونی در وضعیت بسیار بحرانی آلودگی های آب و هوا و خاک و همچنین انقراض یا نابودی گونه های مختلف گیاهی و جانوری مواجهه. حتی ما در زمینه کمبود آب در حالت بحرانی و بسیار وخیم وضعیت کشورمون قرار داره، یعنی دیگه ما دچار کم آبی فقط نیستیم، ما دچار بحران بسیار جدی و شدید آب هستیم. و حالا سوای این موضوع ما میدونیم که چه آلودگی های گسترده‌ای در تمام نقاط ایران داره انجام میشه، چه در سواحل و چه در مناطق گوناگون، از بین بردن قنات ها و آلوده سازی آب های رودخانه ها و همچنین سدهای بی‌رویه‌ای که زده شد که موجب شور شدن زمین های پس از سد و همچنین از بین رفتن گونه های مختلف گیاهی و جانوری در اطراف سدها شد. از این روی این موضوع بی نهایت اهمیت داره که ما ایرانیانی هستیم که طبق فرهنگ چند هزار سالمون به چهار آخشیج یا چهار عنصر آب و خاک و هوا و آتش بسیار اهمیت میدادیم و هرگز این چهار عنصر رو آلوده نمی کردیم. ایرانیان احترام بسیار زیادی برای محیط زیستشون قائل بودن و بسیار با رواداری و مدارا با جانداران و گیاهان و آب و خاک کشورشون رفتار می کردن و حتی ما در حد تقدس از آتش و آب هم نگهداری می کردیم. هرگز خاکی رو آلوده نمی کردیم، هرگز درختی رو قطع نمی کردیم، هرگز جانداری رو بی دلیل نمی کشتیم و متاسف هستیم که یک ایران چند هزار ساله با چنان فرهنگ پربار و غنایی که داشت به چنین وضعیت وخیمی افتاده و متاسفیم باز که بگیم که در سراسر کشور متاسفانه خود حکومت و سران حکومت در حال نابودی تعمدی ایران، آب و خاک و محیط زیست ایران هستند. من از جناب دکتر جلدی خواهم خواست با شما درودی داشته باشند تا وارد جستار بسیار مهم امروز بشیم. خواهش میکنم دکتر جلدی. درود میفرستم خدمت شما سرکار خانم آرتمیس. به نوبه خودم اجازه میخوام که این وقت رو داشته باشم به تمام بینندگان عزیز شما درود بفرستم و بسیار خوشحال هستم که شما همیشه این مهر و محبت رو دارید، فرصتی رو فراهم میکنید تا در مورد مسائل حقوقی مربوط به ایران و ایرانی با هم صحبت بکنید. منم از شما خیلی سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار برنامه به سوی ایران شهر قرار میدید و برای هممیهنان مسائل گوناگون ایران رو از دیدگاه های حقوقیش بررسی میکنید. جناب دکتر جلدی، من میخوام شما این موضوع معاهدات بین المللی یا پیمان نامه های بین المللی رو که ایران اونها رو به نوعی هم در خیلی از اونها امضایش هست و باید به اونها پایبند باشه رو برای ما بگیم و ببینیم که وضعیت محیط زیست یا زیست بوم ایران در ارتباط با این پیمان نامه های بین المللی چگونه است.
حتما بسیار خوشحال میشم در این مورد با هم صحبت بکنیم. حتما شما و بینندگان عزیز به خاطر دارن در برنامه‌های قبل ما صحبت کردیم که میزان توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم با توسعه انسانی اون کشور داره، یعنی اینکه مردم، افراد در داخل اون کشور در چه کیفیت زندگی برخوردار هستن. در ارتباط با مسئله محیط زیست این یک رابطه بسیار مستقیمی وجود داره، در رابطه با توسعه انسانی و طول عمر افرادی که در داخل اون کشور زندگی میکنن، چون توسعه انسانی سه شاخصه طول عمر، آگاهی یعنی سواد و میزان درآمد هست. طول عمر و میزان حیات تمامی انسانها در یک ارتباط مستقیم با شرایط زیست بومشون، یعنی آب، خاک و هوا، و همینطور کیفیت تغذیه که اونها ازش برخوردارن و کیفیت سیستم بهداشتیشون هست. در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 این رسماً به تصویب رسیده و تمامی کشورهای جهان این رو امضا کردن، از جمله کشور ایران، که افراد در داخل کشورها از یک حقوق اولیه‌ای به عنوان حقوق بشر برخورداره، که در این مسئله حقوق بشر یکی از حقوق اولیه همون حق حیاته. و شما چون حیاتتون ارتباط مستقیم با شرایط آب و خاک و هوا داره، در نتیجه کیفیت این سه عامل، سه عنصر، یکی از مسائل بسیار مهم در ارتباط با حقوق بشر قرار میگیره. همچنین در ماده اول بیانیه استکهلم اشاره مستقیمی شده به اینکه شرایط محیط زیست برای تمام انسان‌ها باید توسط دولت‌های این کشورها فراهم بشه، و بنابراین دولت جمهوری اسلامی، جدای از اینکه آیا این دولت آقای حسن روحانیه یا دولت شخص دیگری، و یکی از وظایف اصلیشون تأمین این شرایط مناسب حیات برای مردم ایران، که شما و تمامی بینندگان میدونید که وضعیت آب و وضعیت هوا و وضعیت زیست بوم در ایران در چه وضع اسفناکی الان قرار گرفته. من خاطرم هست که نخستین حرکت هایی که من و دوستانم انجام دادیم چیزی حدود 17 سال قبل بود، و از قبل از بر روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در اواخر دوره دوم آقای خاتمی، که در همون زمان مسئله کمبود آب به وجود آمده بود، از اون زمان در تمام مجامع حقوق بشری و همینطور به سازمان‌های مربوطه در داخل جمهوری اسلامی ما این اعتراض رو داشتیم که شما یکی از وظایف اصلیتون جدای از حفظ نظام نامقدس جمهوری اسلامی، تأمین شرایط حیاتی مناسب برای افراد این مردم هم هست، برای اینکه اگر این مردم وجود نداشته باشن دیگه چیزی به اسم نظام نامقدس جمهوری اسلامی هم وجود نخواهد داشت، شما کسی رو ندارید که برشون حکومت بکنید. این یه رابطه بسیار مستقیمی داره بین وضعیت محیط زیست در یک کشور و سیستم حکومتی در اون کشور. ما شاهد هستیم در سیستم‌های دیکتاتوری شرایط زیست بوم اون کشور بسیار وضع اسفناکی داره. یکی از شاخصهایی که سازمان‌های حقوق بشری در تمام جهان مورد نظر قرار میدن این هست که میبینن شرایط محیط زیست در اون کشور چگونه است. هر چقدر شرایط محیط زیست بدتر باشه، این نشان دهنده این هست که سیستم حکومتی در اون کشور یک سیستم دیکتاتوری و خشونت آمیز و بدون توجه به شرایط و وضعیت زندگی مردم اون کشور است. بسیار نکته جالبی بود این. برای به نظر من برای همیهنان خیلی اهمیت داره که مردم بدونن چه حقوقی در یک کشور دارن. یعنی مردم ایران شاید انقدر گرفتار مسائل نانشب به اصطلاح و مشکلات اقتصادی هستن که کمتر به این فکر میکنن که ما حقوقی هم تحت عنوان
نگهداری از زیست بوممون داریم و باید دولت این کارها رو انجام بده. یعنی یک حکومت در یک کشور مسئول یا متولی نگهداری از منابع اون کشوره و متاسفیم که میبینیم که این کشور نه تنها هیچ توجهی به منابع ملیش نمیشه، به مردمش هم نمیشه، بلکه اصلا به هیچ نوع معاهدات یا پیمان‌نامه‌های بین‌المللی هم پایبند نیست. حالا من از شما میخوام ببینیم که بریم وارد جزئیات این موضوع بشیم و بیایم مثلا به عنوان نمونه وضعیت آلودگی هوا رو در نظر بگیریم، ببینیم چه پیمان‌نامه‌های بین‌المللی در این باره وجود داره و ما اونها رو، یعنی ما نه، سران اون حکومت در ایران اینها رو نادیده میگیرن. سرکار خانم آرتمیس، یکی از مهمترین پیمان‌نامه‌های بین‌المللی که ایران بهش متعهد هست و باید اون رو رعایت بکنه پیمان‌نامه استکهلم هست، که در پیمان‌نامه استکهلم دقیقاً اشاره شده به تأمین شرایط هوای پاکیزه برای انسان‌ها و این به عهده دولت‌های تمامی کشورهای امضا کننده این پیمان‌نامه قرار گرفته که از ایجاد آلودگی هوا جدن جلوگیری بکنن و به بهبود وضعیت پاکیزگی هوا کمک بکنن و در برنامه‌های توسعه کشوری این را حتما مورد توجه قرار بدن. شما می‌بینید که در تمامی کشورهای پیشرفته و دموکراتیک در برنامه‌های توسعه این کشورها که حالا برنامه‌های 3 ساله، 4 ساله یا 5 ساله هست، یکی از قسمت‌های مهم این برنامه‌های توسعه مسئله کاهش آلودگی هواست و میزان کربن‌های در هوا و این در این برنامه‌های توسعه حتما مورد توجه قرار میده دولت این کشور که کارخانه‌های آلوده کننده هوا یا سوخت ناشی از بنزین یا گاز توسط وسایل نقلیه یا اینکه کارخانه های تولید برق به گونه تنظیم و مدیریت بشه که هر ساله میزان آلودگی هوا به سمت کاهش بره، در حالی که متاسفانه ما میبینیم که در کشور ایران نه تنها این وضعیت آلودگی هوا در عرض 20 سال گذشته کاهش پیدا نکرده، بلکه یک وضعیت افزایشی بسیار ناهنجاری هم داشته و یک حالت واقعا خطرناکی رسیده. یکی از بزرگترین مشکلات روزمره مردم به خصوص پدرها و مادرها که نگران وضعیت سلامتی فرزندان خردسال خودشون هستن، شرایط هوای آلوده در شهرهای نه تنها بزرگ ایران که حالا حتی در شهرهای کوچک ایران هم باهاش مواجه هستن، که اعلام میشه مدارس امروز تعطیل است یا افراد مسن از آمدن به خیابان ها خودداری بکنن، یا اگر شما ناگزیر هستید بیایید به خیابان حتما یک ماسک هوا باید شما بزنید، و یا اینکه متوجه این باشید که حتما شیشه های ماشینتون بالا باشه، و یا وضعیت های از این قبیل که نه تنها تأثیر بلند مدت بر شرایط زیست این افراد داره، بلکه یک رابطه بسیار مستقیم با کاهش طول عمر تمامی افراد، چه کودک، چه بزرگ، چه پیر در این کشورها داره. یعنی به جای اینی که طول عمر افزایش پیدا بکنه، طول عمر داره کاهش پیدا میکنه. سه عامل مرگ و میر در ایران سکته قلبی، سکته مغزی و سرطان هست، که هر سه این بیماری ها ارتباط غیر قابل انکار با آلودگی هوا در داخل شهرهای بزرگ ایران داره، و این از وظایف نه تنها دولت بر سر کار، بلکه نظام نامقدس جمهوری اسلامی است که طول عمر انسانها رو بهش توجه بکنه و شرایط آلودگی هوا رو
تنظیم و مدیریت بکنه، که متاسفانه شاهد اون هستیم که کوچکترین کاری در این زمینه به جز تبلیغات رادیویی تلویزیونی انجام نمیده. دقیقاً درست می‌فرمایید و وضعیت انقدر اسفبار هست که می‌بینیم که آی کیو ایرانی ها متأسفانه 5 یا 6 رقم در 20 سال اخیر کاهش پیدا کرده. می‌دونیم که سربی که در هوا هست ضریب هوشی کودکان رو به شدت پایین میاره، حتی از دورانی که مادران حامله هستند و این هوای سربالود رو استنشاق می‌کنن، جنین آلوده میشه به سرب در شکمشون و اون جنین آلوده به سرب رشد مغزی و هوشی خوبی هم پیدا نمی کنه. سخت هایی که تعدادشون اینقدر افزایش پیدا کرده و تعداد سرطان هایی که اینقدر روبه رشد هست در ایران به خوبی دلیل آلودگی های گسترده هوا به خصوص در ایران هست، که هرچی که در شهرهای بزرگتر مردم زندگی می کنن این وارونگی های هوا یا اثرات گلخانه‌ای بیشتر هست. هواهای سمی بسیاری رو مردم دارن استنشاق می کنن و در واقع مردم در شهرهای بزرگ ایران در حال مرگ تدریجی هستن و خودشون خبر ندارن. حالا من از شما میخوام جناب جلدی که درباره آلودگی آب و پیمان‌نامه های بین‌المللی هم در این باره برای ما گفتگو بفرمایید. خواهش میکنم. حتما. من اجازه میخوام که یک نکته رو در ارتباط با قوانین داخل خود جمهوری اسلامی در ارتباط با جلوگیری از آلودگی هوا خدمتتون عرض بکنم قبل اینکه در مورد آب صحبت بکنیم. طبق ماده 2 قانون جلوگیری از آلودگی هوا که در سال 1374 یعنی حدود 21 سال قبل این قانون به تصویب رسیده، قانونی به تصویب رسیده در داخل جمهوری اسلامی به نام قانون جلوگیری از آلودگی هوا، طبق ماده 2 این قانون هر اقدامی که موجب آلودگی هوا بشه جرم محسوب میشه و بعد بر اساس قانون مجازات اسلامی ماده 688 جلوگیری از آلودگی هوا جزو مسئولیت سازمان‌های دولتی قرار گرفته و هر گونه کمکاری یا کوتاهی در این زمینه جرم محسوب بشه و شامل مجازات. و طبق ماده 689 مجازات اسلامی مجازات این گونه جرائم که در ارتباط با آلودگی هوا هست کاملا مشخصه که بین 3 تا 5 سال زندان هست. بنابراین در عرض این 20 سال گذشته وقوع جرم که بر کسی پوشیده نیست، همه افراد در ایران میدونن که این جرم داره اتفاق میفته. عامل جرم رو هم که مشخص هست، احتیاجی به کارهای تخصصی پلیسی نیست که ببینیم عامل این جرم کی هست. عامل این جرم سازمان‌های دولتی هستن و رؤسایی که این سازمان‌ها رو دارن اداره می‌کنن، وزرا و در نتیجه شخص خود رئیس جمهور. بنابراین هم جرم اتفاق افتاده هم عامل جرم مشخص است. تنها چیزی که باقی مونده مجازات این شخصی است که مجرم هست، که شاهد این هستیم در از 20 سال گذشته هیچ کدام از رؤسای سازمان‌های دولتی نه تنها مجازات نشدن بلکه تشریف نامه هم گرفتند و به مقامات بالاتر هم رسیدند. این فقط اشاره بود به این که حتی طبق قوانین بسیار ناقص خود جمهوری اسلامی موظف هستند سازمان های دولتی که از آلودگی هوا جلوگیری بکنند. اما در ارتباط با آلودگی آب، در مورد آلودگی آب قطنامه یا پیمان نامه جهانی هست به نام پیمان نامه بولیوی که در سال 2010 تأمین آب سالم برای تمامی شهروندان یک کشور رو از وظایف اصلی دولت‌های اون کشور تشخیص داده و بنابراین دولت ایران بر اساس پیمان نامه جهانی بولیوی موظف هست که آب آشامیدنی سالم و پاکیزه برای تمام ایرانیان، نه فقط کسانی که در تهران زندگی میکنن، بلکه حتی افرادی که در بر روی اقیانوسی از نفت در جنوب ایران زندگی میکنن و یا ایرانیانی که در سیستان و بلوچستان و یا خراسان دارن زندگی میکنن و یا نواحی کوهستانی کردستان، اینها بر اساس قوانین و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی از حقوق اولیه‌شون هست
که از آب آشامیدنی سالم برخوردار باشن. یعنی قبل از اینی که رهبر معظم و نظام نامقدس از وظایفشون این باشه که موشک فرفره یک یا موشک فرفره دو بفرستن هوا و اعلام بکنن که ما توسعه پیدا کردیم، اینها اول باید آب آشامیدنی سالم برای مردم این کشور تامین بکنن که نشون بدن به تمام کشورهای دیگر و سازمانهای بین‌المللی که بله ما واقعا توسعه پیدا کردیم، چون توسعه بر اساس توسعه انسانیه، نه فرستادن موشک فرفره یک و موشک فرفره دو به هوا. بر اساس اعلامیه‌ای که در نیویورک در سال 1997 تنظیم شد و به کنوانسیون نیویورک معروف شد، باز هم تأمین آب آشامیدنی و تنظیم و مدیریت منابع آب از وظایف اصلی دولت‌های کشورها محسوب کردید، به این مفهوم که منابع آبی در تمام جهان یه منابع محدودی هست. شما یه مقدار منابع روی سطح آب دارید و یه مقداری منابع زیر سطح آب دارید. این منابع روزمینی و زیرزمینی باید به صورت بهینه مورد استفاده قرار بگیرن. این یعنی به این مفهوم که اون وضعیتی که در سابق از این آب‌ها استفاده می‌شده وضعیت مناسبی نبوده، باید از تکنولوژی جدید استفاده بشه و باید این سیستم‌های قدیمی بهسازی بشه. این بهش گفته میشه بهینه‌سازی استفاده از منابع آبی. و مسئله دوم مدیریت استفاده از این منابع آبیه. مدیریت استفاده از این منابع آبی بر اساس پیمان‌نامه‌های بین‌المللی به مفهوم استفاده صحیح، منصفانه و منطقی از منابع آب. این به چه مفهوم هست بر اساس پیمان‌نامه‌های بین‌المللی؟ این به این مفهوم هست که استفاده صحیح یعنی اینکه این منابع آبی رو شما نخست باید برای موضوع آب آشامیدنی قرار بدی، نه برای تولید فولاد مبارکه در اصفهان. استفاده منصفانه به این مفهوم هست که شما باید این منابع آبی رو که چه آبهای زیرزمینی هستن چه آبهای روزمینی هستن به صورت منصفانه بین تمامی افراد در داخل این کشور تقسیم بکنید. به این مفهوم هست که شبکه آبرسانی به تمام شهرهای ایران باید یک شبکه کنترل شده، مدیریت شده و بسیار توسعه یافته‌ای باشه، نه با این سیستمی که در شهرهای بزرگ آب لوله کشی وجود داره ولی در شهرهای کوچکتر اگر هم لوله کشی وجود داره آبی که از این لوله داره بیرون میاد یک آب گلالوده. این منصفانه نیست. و مسئله سوم استفاده منطقی از منابع آبیه، که استفاده منطقی برمیگرده به همین مسئله که شما نمیتوانید مثلا دریای مازندران رو کانال بزنید بعد اعلام بکنید که ما میخواییم آب دریای مازندران رو بیاریم ببریم تو کویر لوت، بعد کویر لوت رو تبدیل بکنیم به کشتزار گندم، چون مثلا یک آقایی به نام خوبینی 30 سال پیش گفته که ما باید استقلال کشاورزی داشته باشیم. یا اینکه گندم به عمل زاینده رود رو منحرف میکنن به رفسنجان برای پسته های رفسنجان و زاینده رود رو خشک کردن. این دقیقا خیلی صحبت درستی است جناب جلدی، برای اینکه مدیریت آب در ایران از سالهای پیش وجود نداشته. آب منابع آب زیرزمینی رو همیهنان شاید ندونن، چند میلیون سال طول میکشه تا منابع آب زیرزمینی تشکیل شه و ما جز نخستین ملت‌هایی در جهان بودیم که از منابع آب زیرزمینیمون به بهترین و زیباترین و تکنولوژیک‌ترین روش استفاده میکردیم که اون کانات‌ها یا همون چیزی که بعداً بهش گفتن قنات، کانات‌ها بود که در زیر زمین اون کانال و کانات همه واژه‌های فارسی است. اینها رو ایرانیان از چند هزار سال پیش درست کرده بودن و اینها رو مرتب لایروبی می‌کردن و زنده نگه می‌داشتن و آبو به قسمت‌های گوناگون ایران هدایت می‌کردن و بهترین استفاده رو می‌کردن. متأسفیم بگیم که بیشتر کانال‌ها یا قنات‌های ایران رو خشکاندند و لایروبی
نکردن و از دست رفت و منابع آب زیرزمینی که در عرض میلیون ها سال تشکیل شده بود نه تنها خوب از اینا استفاده نشد، بلکه با حفر چاه‌های غیر کارشناسانه عمیق و بسیار عمیق اینها رو بی‌رویه استفاده کردن و بسیاری از چاه‌های عمیق ایران خشک شد. منابع آبی که باید در میلیون ها سال استفاده می‌شد از بین رفته در چند دهه و متأسفیم اینو بگیم که کشاورزی بسیار غیر کارشناسانه در ایران انجام میشه. در ایران ما هیچ گونه نیازی نداریم به تولید هندوانه و محصولاتی که نیاز به آب وحشتناک زیادی دارن مثل شالیزار که اصلاً در ایران اشتباه هست برنجکاری. ما میتونیم اینها رو به قیمت‌های بسیار بسیار ارزان از تایلند و کشورهای دیگه مانند هند که بسیار پر آب هستن وارد کنیم. هندوانه رو ما میتونیم وارد کنیم و این آب بسیار با ارزشی که ما به شدت با کمبودش مواجه هستیم رو نباید با کشاورزی‌های آب هدر بدیم و غیر کارشناسانه از اینا استفاده کنیم. میریم یک میان برنامه میبینیم، باز میگردیم درباره مسابقه شاهنامه است میان برنامه‌مون و افراد کلیدی که جنبش نزایی ایرانی رو بنیان گذاشتن و هدایت و به اصطلاح مدیریت میکنن. باز میگردیم ادامه این بحث بسیار مهم رو با جناب دکتر جلدی خواهیم داشت.